کاش منم میتونستم مثل پرنده ها پرواز کنم. کمر که تا صافه دلا نمیشه، وقتی هم دلا شد مادر دیگه صاف نمیشه. خاله بودی خونه ای؟ ای وای به به تزغاله، چه عجب از این طرف ها مادر. سرا سما دارو میکنید خاله بودی؟ آخ قربون اون قد باله مهربونت. ای کمرم خاله بازی، بزغلا هم میتونن پرواز کنن مثل پرنده ها؟ نه خاله، پرنده ها سبک استخونن. ها سبک استخون یعنی چی؟ یعنی این که تو استخونشون خالیه، سبکن، باد میوزه زیر بالشون میرن تو آسمون. اگه من کم غذا بخورم سبک استخون میسم؟ نه 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 مادر، اگه هیچی هم نخوری بازم سبک استخون نمیشی. پس من ستور میتونم پرواز کنم؟ هر چیزی یه حکمتی داره ننه. سی گفت خاله، هر چیزی حکیمی داره. ما هم که یه حکیم بیشتر نداریم. هرچی هستی راضی باشه، بازه چیز پا و چیز خوش و چیز گوش. کجا رفتی جز کنه؟ تازه که برم راست شده بودا. اینم حتما حکمتی داره مادر. حکیم بزبازی هست؟ نه رفته سهرا. حالا با حکیم چی کار داری؟ میخوام یه دوا درمونی بکنه منم سبک استخون بشم. سبک استخون بشی؟ آره، مثل پرنده ها پر بزنم به آسمون. خب بیا شاید تو داروها یه چیزی پیدا کردیم سبک استخونمون بکنه. استخون دوست برای عفونت، بابونه برای دلزد، پنیرک برای تنگی نفس، بادرنج برای برای خوشحالی. بابا جزغاله، چه عجب از این طرف ها، چی شده دلدرد داری؟ دلدرد نداره، دنبال یه داروی میگرده که سبک استخونش کنه. میخوای پرواز کنی؟ آره؟ آره میخوام پرواز کنم، پر بزنم به آسمون. آی تشله، یکم جعفری و نعنا و ریحون بیار بخوریم تا براتون قصه بز پرنده رو تعریف کنم. روزی روزگاری وقتی آسمون مهتابی رو نگاه می کردی، میون پرنده های شب یه بزو هم می دیدی که زیر نور ما پرواز می کنه. بز پرنده بال نداشت، اما جستاش اونقدر بلند بود که انگار پرنده بود. بز پرنده با خیزه بلندش از این تپه روی اون تپه می پرید. برای پریدن دوا و درمون لازم نیست جزغاله. اگه دلت بخواد میتونی پرواز کنی، فقط باید سعی کنی. با جسته بلند تو از هر پرندهی پرنده تر میشی. یعنی روزی میرسه که مثل بز قصه بتونم از روی تپه ها دست بزنم؟ اگه دلت بخواد میتونی پرواز کنی، فقط باید سعی کنی جزغاله. ها؟
جزغال فریده اون طرف نرسیده، جزغال تنها، جزغال خسته وسط رود نشسته. جزغال فریده اون طرف نرسیده، جزغال تنها، جزغال خسته وسط رود نشسته. تنها نشستی جزغاله، انگار منتظر ما هستی. نه تنها هستم نه منتظر تو، با یه عالم فکر و خیال اینجا نشستم، منتظرم خشک بشم بازم بپره. خشک بشی که چی؟ خیست هم خوشمزه است. الان هم خودم تلخم هم فکر و خیالم. بذار یکم سیرین بسم بعد منو بخور. مثلا کی شیرین میشی؟ وقتی از روی رود، بعد از روی تپه، بعد از روی کوه، بعد از روی دریاچه بپرم. بپری؟ من تو پرنده ای که بپری؟ حکیم میگه اگه دلت بخواد میتونی پرواز کنی، فقط باید سعی کنی. پریدن خوب نیست جزغاله، به قول بابایمون بزغاله رو چی به پریدن؟ اما من پریدن رو دوست دارم. رود و تپه و کوه و دریاچه؟ نه نه این خیلی طول میکشه. نه یکم طول میکشه. یه پس بیا با هم جست بزنیم. دیدی یاد گرفتی جزغاله؟ به به خندیدی، حالا دیگه شیرین شدی. نه شیرین نشدم، هنوز کوه و تپه و دریاسه مونده. چقدر جشن میزنی بزغاله، دوباره تلق میشی یا؟ نه هنوز تا دریاچه خیلی مونده، تا از روی دریاچه نپرم سیرین نمیشم. پس ما همینجا منتظر میشیم، سیرین که شدی بیا بخوریم. ماره تو بسین جستامو بسمو. یک جشن، دو جشن، هفت جشن، هفته جشن، 22.5 جشن. پرنده ها، منم میخوام مثل بود قصه پرنده بشم، یه پرنده بیبار. Thank you.